با درودهای بسیار گرم به شما همیهنان گرامی و نازنین در ایران عزیزمان، در جای جای ایران عزیزمان، از آذربایجان رشید و غیورمان تا سیستان و بلوچستان مرد پرور، تا دشتهای سرسبز و خرم کردستان، تا مردمان خونگرم استان کرمان، گیلانی ها، مازندرانی ها، تهرانی ها، اصفهانی ها و کاشانی ها و خلاصه لورهای غیور ما و همه مردم ایران، درودهای گرم من بر شما باد. درودهای بسیار گرم من بر همه شما پارسی زبانان و ایرانی تباران در سراسر فلات بزرگ ایران باد که ریشه در خاک ایران بزرگ دارید. امروز سه شنبه است، 31 تیر ماه 2579 و برابر است با 21 ماه جولای 2020 میلادی. رژیم جمهوری اسلامی در مردابی که 41-42 سال است به وجود آورده، آخرین تلاش ها رو برای نجات خود می کند و در ناصیه رژیم نمی شود نور رستگاری رو به هیچ وجه دید و آنچه که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و امنیتی می شود درباره رژیم گفت این است که شیرازه کار به طور کامل گسیخته شده. در هفته های گذشته شاهد حملاتی بودیم یا خرابکاری هایی بودیم به پایگاه های نظامی و همچنین مرکز سانتریفوژ ها، تولید سانتریفوژ ها، مراکز اتمی رژیم، که اگرچه ابتدا رژیم اینها رو کتمان کرد و به عنوان یک اتفاق جزئی مطرح کرد، ولی بعدها خود رژیم هم ناگزیر به اعتراف شد. آنچه که انجام شد در صورتی که به شکل حملات داخلی بوده باشد نشان از این دارد که رژیم در داخل کشور به هیچ وجه امنیت ندارد و به خصوص در قسمت‌های نظامی و هسته‌ای امنیت به طور کامل از بین رفته، یعنی کنترل در دست حکومت نیست. اگر حملات هوایی صورت گرفته باشد که اخیراً فعال کردن سامانه ضد موشکی، سامانه دفاعی هوایی از سوی رژیم نشان دهنده این است که اینها حدس میزنند که حملات هوایی انجام گرفته باشد، که نشان از این دارد که حقیقتاً هیچ گونه امنیتی در کشور وجود ندارد. به هر روی هر اتفاقی که رخ داده باشد و به هر گونه‌ای که اتفاق افتاده باشد نشان از این دارد که رژیم هیچ گونه تسلطی بر روی ارکان مختلف کشور ندارد. در زمینه اقتصادی دولت کاملا ورشکسته است، بانک ها ورشکسته هستند، صندوق های بازنشستگی که پول مردم در اونجا نگهداری می شود و متعلق به بازنشستگانی است که 30-40 سال زحمت کشیده اند خالی شده. فقر در مملکت بیداد می کند، به خصوص در مناطق عقب مانده کشور و در نقاط دوردست از پایتخت که میزان فقر و فلاکت مردم شوربختانه به مراتب بیشتر است. در زمینه مسائل اجتماعی امید مردم نسبت به رژیم، حالا چه این بخشی که خود رو اصلاح طلب میداند که هیچ کاری نتوانسته در طی این سالها انجام بدهد و هیچ گونه اصلاحاتی رو نتوانستن اینها انجام بدن، تا اون بخشی که خود رو اصولگرا و 100% وابسته به علی خامنه ای میداند، به مردم ایران نشان دادند که توانایی اداره کشور رو ندارند. از سوی دیگر فساد گسترده در ساختار رژیم که از بیت علی خامنه ای آغاز می شود و به پایین ترین نقاط مملکت می رسد و در تمام شئون کشور مسئله رشوه دادن و رشوه گرفتن حاکم بر اجرای قانون است و بیقانونی و بیعدالتی رنج بزرگ مردم رو در داخل کشور تشکیل می دهد، افزون بر این مسئله فقر، مسئله بیکاری، مسئله بی‌ارزش شدن پول ملی، بالا رفتن نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم سبب شده است که ایرانی ها نسبت به رژیم به طور کامل بدبین بشن. در کنار این بدبینی خیانت های واضح و پنهان رژیم که ملت ایران به آن توجه به خصوص دارد
سبب شده است که نوعی انزجار هم به نسبت به رژیم در مردم پیدا بشه. به خصوص مسئله تفاهم نامه یا قراردادی که بنا هست امضا بشود میان جمهوری اسلامی و چین و پنهانکاری هایی که رژیم انجام داد و برملا شدن اون توسط یکی از افراد مهره‌ای خود رژیم که حالا هم درخواست پوزش کرده است از رهبر، یعنی احمدی نژاد، مردم رو بیشتر نگران کرده است نسبت به فردا و فرداهای خود و بسیاری سناریوهایی که ساخته و پرداخته سران رژیم است که یک چنین قراردادی میتواند به نفع مملکت باشد، مردم رو به این جهت سوق میدهد که صرفا میتواند به نفع به اصطلاح خود اینها نظام باشد و به ضرر ملت و کشور. ساقط کردن هواپیمای اوکراینی، کشتن مردم و همچنین قطع اینترنت و کشتن 4-5 هزار نفر جوانان و زن و مرد ایرانی در خیابان‌ها، سرکوب‌های مستمر، همه اینها باعث انزجار مردم از کل نظام و به خصوص شخص علی خامنه‌ای شده است. و به این دلیل است که در دورانی که کرونا توانست یک سکوتی در مملکت ایجاد بکند و دولت هم از این موقعیت استفاده کرد و به طور کلی حکومت توانست نوعی هژمونی خودش رو در جامعه ایرانی دوباره مستقر بکند، اما حالا میبینیم با عادت کردن مردم، اگرچه بیش از نیمی از جمعیت کشور مبتلا به کرونا شده است به علت عدم توجه، عدم امکانات و بیکفایتی رژیم، اما در همین حال مردمانی که جان به لب شده اند با هر بیماری، با هر گرفتاری که دارند آمده اند برای احقاق حق خیزش هایی که اخیراً در شهرهای مختلف به وجود آمده است، نشان از ریشه‌ای دارد که عمر 41-42 ساله دارد و مردمانی که کاسه صبر و تحملشون لبریز شده و میخواهند تکلیف خودشون رو با رژیم روشن کنند. در این حال به لحاظ سیاست خارجی هم متوجه میشویم که رفتاری که حتی کشورهای منطقه، کشورهایی که سالها اینها پول ملت ایران رو در اون کشورها هزینه کردن، سرمایه گذاری های بی حاصل کردن و سرمایه های ملت ایران رو در عراق و سوریه و یمن و لبنان به هدر دادن، رفتاری که امروز همان کشورها با اینها میکنن بسیار شگفت انگیز است. سفر اخیر کادوی سیاسی علی خامنه ای جواد ظریف به عراق نشان داد که حکومت عراق و به خصوص دولت موقت آقای الکاظمی چگونه به او بی احترامی کرده است و حتی از گذاشتن پرچم ایران که یک عرف دیپلماتیک است و در همه کشورهای جهان رعایت می شود خودداری کردن، برای که نشان بدهند که جمهوری اسلامی دیگر جایی در عراق ندارد. با توجه به تروری که اخیراً عوامل اینها انجام دادن و یکی از نزدیکترین اشخاص و حتی مشاور آقای الکاظمی، آقای الهاشمی رو ترور کردن، در حقیقت خشم نخست وزیر دولت موقت نسبت به جمهوری اسلامی اگرچه مستقیما بیان نمی شود، اما به شکل غیر مستقیم و با رفتاری که می کنن و اهانتی که به سران جمهوری اسلامی می کنن کاملا مشخص و پیداست. آقای پومپیو در سفر لندن هست تا مذاکراتی رو با وزیر خارجه انگلستان انجام بدهد در جهت برگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی به جمهوری اسلامی. طبیعی است که کشورهایی که منافع بسیاری رو در قبال یک وتوی ناچیز از کشور ما و از منابع ما میبرند، مانند روسیه و چین، در حقیقت مخالفت خواهند کرد، اما آمریکایی‌ها معتقد هستند که میتوانند با استفاده از آنچه که در خود برجام آمده است به نام مکانیزم ماشه و فعال کردن مکانیزم ماشه کل تحریم‌ها، نه فقط تحریم‌های تسلیحاتی رو به رژیم برگردانند، بلکه کل تحریم‌ها. و به این ترتیب است که شاید در نهایت کشورهای دیگری که در سمت و سوی رژیم منحوس جمهوری اسلامی قرار دارند ناگزیر به این رضایت بدهند که به جای برقراری همه تحریم‌ها حالا صرفاً تحریم‌های نظامی انجام میشه. به هر روی وقتی که
شرایط رژیم رو در داخل و خارج میسنجیم و درماندگی رژیم رو به خصوص در زمینهای اقتصادی، صادرات نفتی که متوقف شده است و دیگر بر اساس قول و گفته وزیر نفت رژیم هیچ کشوری حاضر نیست قرارداد نفتی با ما ببندد، و با توجه به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی رژیم به شکلی بسیار استیصال‌آمیز در تنگناهای اقتصادی قرار گرفته است، به طوری که اقتصاد ایران امروز اقتصاد بیمار نیست بلکه یک اقتصاد بحرانی است. و معمولاً در اقتصادهای بحرانی هست که شورش‌های مستمندان و به قول خمینی گجستک پابرهنه ها آغاز می شود، یعنی همان کسانی که 41 سال پیش خمینی گجستک با وعده های دروغ به اونها گفت که می خواهد حکومت مستضعفان رو برپا کند، و بعد از اون است که می بینیم که جانشین او می گوید منظور از مستضعف مردمان فقیر و تهیدست نیستن بلکه جامعه روحانی است، ما هستیم که مستضعف هستیم. و به این ترتیب حتی آنچرا که ارباب او در گذشته گفته است و رهبر او گفته است رو به این ترتیب میبینیم که نادیده میگیره. به هر روی در یک چنین شرایطی احتمال خیزش های عمومی بسیار زیاد است، و با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان اجتماعی و سیاسی معتقد هستند که در جهان در آینده نزدیک پیام‌های بسیاری در کشورهای مختلف برپا خواهد شد و دولت‌های ضعیف یکی بعد از دیگری فرو خواهند پاشید و جهان ما وارد عصر جدیدی خواهد شد، با توجه به آنچه که عرض کردم احتمال شورش‌ها و خیزش‌های سراسری و ملی در ایران ما بسیار زیاد است. وقتی که به این مرحله می‌رسیم و به ساختار رژیم نگاه می‌کنیم و یک بررسی لازم است بکنیم از نقاط ضعف ما به عنوان ملت ایران در برابر رژیمی که سرکوبگر است و ناتوان از اداره کشور هست ولی هنوز توانمندی سرکوب رو دارد، بایستی نقاط قوت و ضعف دشمن رو بشناسیم و بر اون اساس بتوانیم استراتژی نبرد خودمون رو با رژیم طراحی و تعریزی بکنیم. در حقیقت یکی از راه‌های مبارزات مدنی بدون خشونت با رژیم‌های توتالیتر مانند رژیم جمهوری اسلامی این است که هزینه مبارزه رو برای رژیم افزایش بدیم، یعنی کاری بکنیم که رژیم نتواند به سلاح‌هایی که دارد دسترسی پیدا بکنه، نیروهایی رو که اجیر کرده است رو بتونه با پرداخت حقوق‌ها به کار بگیره، بتواند منابع مالی و منابع درآمد خودش رو داشته باشد که از اون منابع بتواند برای اداره کردن سرکوب استفاده بکند. یکی از این راه‌های مبارزات مدنی همین مسئله بالا بردن هزینه نبرد هست برای رژیم‌هایی که دیکتاتوری محض هستند و توتالیتر هستند، مثل همین رژیم ددمنش و منحوس جمهوری اسلامی. در این مورد خب یکی از بزرگترین شانس هایی که ما به عنوان ملت ایران داریم همین مسئله تحریم هاست و وضعیت وخیم اقتصادی که رژیم پیدا کرده. حالا اگر افزون بر این که خزانه رژیم خالی از پول هست و به طور کلی درماندگی اقتصادی رژیم کاملا مشهود و مشخص است و حتی از گفته های سران اینها کاملا می شود این مسئله رو تشخیص داد، ما هم بتوانیم منابع مالی دیگری رو که رژیم دارد قطع بکنیم، طبیعی است که خدمت بزرگی به خود می‌کنیم. یکی از ترفندهایی که رژیم به کار برده است به عنوان مثال فروش اوراق قرضه است یا اوراق اعتماد هست یا اوراقی است که برای وارد شدن در بورس هست و یا پیش فروش کردن اتومبیل هست، پیش فروش کردن آپارتمان و خانه است که مبالغ زیادی رو از جیب مردم بیرون می‌آورد و بعد این مبالغ رو به مردم دوباره به عنوان حقوق باز می‌گرداند، اما از سوی دیگر با بالا رفتن نرخ ارز که بخش عمده اون هم دست خود اینها است که با اختلاف افزایش نرخ ارز می‌توانند باز پول‌های دیگری رو از جیب ملت ایران بکشند و به خود ملت دوباره برگردانند، در حقیقت
کوشش میکنه تا روزنه های تنفس اقتصادی خود رو باز نگه داره. حالا اگر ما با یک هوشمندی این روزنه ها رو مسدود کنیم، به خفگی سریعتر رژیم کمک میکنه. بنابراین آنانی که فکر میکنن اگر با ثبت نام در قرعه کشی اتومبیل یا برای آپارتمان یا برای هر ترفند دیگری که رژیم به کار میبرد اینها پولی رو وارد میکنن و این پول با آنها باز میگردد، اشتباه میکنن، چون پولی در کار نیست و این چرخه پولی که از جیب شما بیرون میآید و باز میگردد در برابر استهلاکی که تورم ایجاد کرده است، به جایی میرسد که روزی متوجه خواهید شد نه چندان دور که پول شما به صفر رسیده و به خاک سیاه نشسته. لذا این عدم دانایی نسبت به این مسئله، ناآگاهی نسبت به این مسئله و در این حال فقر فزاینده‌ای که وجود دارد، فشارهای اقتصادی که وجود دارد، مردم مستثمر رو وادار میکند برای نجات خود دست به هر کاری بزنن، باعث سوء استفاده های این چنینی رژیم میشود و روزنه های تنفسی رو برای رژیم اگرچه کوچک ولی باز میکنه. پس باید جلوی این گرفته بشه. بخشی از صادرات رژیم که همکنون از طریق راه‌ها، مرزهای زمینی انجام میشود و یا از طریق بنادر هنوز امکان صادرات وجود دارد، بایستی توسط نیروهای میهنی در مرزها در بنادر گرفته بشود و صادرات به طور کلی قطع بشود تا رژیم نتواند دسترسی به ارز خارجی پیدا کند و مردم میتوانند با بیرون آوردن پولهای خود از بانکها اجازه ندهند که رژیم به سرمایه های اونها، همونطور که رئیس بانک مرکزی رژیم گفته است که چنانچه لازم باشد ما از سپرده های مردم هم استفاده خواهیم کرد. پیش از اینکه اینها این فرصت ها رو پیدا کنند، مردم هستند که بایستی پول ها رو از بانک ها خارج بکنند. در زمینه اجتماعی بسیاری کارهای دیگر می شود انجام داد که در حقیقت نشان از این دارد که همان گونه که رژیم کوشیده است تا در طی این سالها نوعی سروری رو به جامعه نشان بدهد، امروز مردم در برابر رژیم به گونه ای عمل بکنند از طریق کاریکاتورها، از طریق نوشتن روی اسکناسها، نوشتن بر در دیوارها، روی پلها و هر جایی که می توانند رژیم رو در کل، حکومت رو در کل از رهبر تا قوه قضاییه و مقننه و مجریه رو به سخره و استهزا بگیرن و در حقیقت شخصیت کاذبی رو که اینها برای خود ایجاد کردن رو بشکنند، در حقیقت یکی از راه‌های مبارزات مدنی بدون خشونت همین مسئله هست. یعنی شما به سردمداران رژیم و به کارگزاران نشان بدهید که پشیزی برای اونها ارزش قائل نیستید و اینها از دید شما، از دید ملت ایران، در حقیقت موجودات بسیار خار و خفیفی هستند که به هیچ وجه دارای ارزش و مقام اجتماعی نیستند. در این راه وظیفه بسیار مهمی بر عهده ورزشکاران، بر عهده هنرپیشه ها، بر عهده افراد سرشناسی است که شوربختانه در مملکت ما به علت شرایطی که رژیم به وجود آورده و طمعی که اینها برای رسیدن به آب و نان دارند، میبینیم نه تنها عملی رو که بایستی انجام بدهند برای سرکوب روانی رژیم انجام نمیدهند، بلکه گاه و بیگاه هم با افکار مذبوحانه و روشهای نابخردانه و ضد مردمی کوشش میکنند به حمایت از رژیم بپردازند و نمونهش رو در همین چند روز گذشته در اظهار نظرهای یک دخترک به اصطلاح هنرمند یا هنرپیشه دیدیم که چگونه جاهلانه درباره اعدام‌ها صحبت می‌کند و درباره جوانان ایران. این موضوعی است که بایستی این افراد به خاطر بسپارند که این رژیم در حال سقوط است، در حال فروپاشی است و زمانی که این فروپاشی انجام بشود، این سران یا محاکمه خواهند شد، به زندان خواهند رفت، یا در طی دوران بسیار کوتاهی که در حقیقت شاید غیر قابل کنترل باشد به هلاکت خواهند رسید به دست مردم و یا متواری خواهند شد. شما هستید که در ایران میمانید
و یک آینده‌ای خواهید داشت و این آینده خود رو امروز از ملت ایران جدا نکنید. آگاه باشید، هوشیار باشید. امروز برای اینکه شما رو در یک فیلمی صدا بکنند یا یک دستمزدی به شما بدهند، خودتون رو، شرفتون رو و میهنتون رو به این پولها نفروشید. در زمینه مسائل امنیتی که همونطور که عرض کردم تنها بخشی از رژیم که در حال حاضر کار میکند، یعنی بخش اقتصاد فلج شده، بخش سیاسی فلج شده، بخش امنیتی فلج شده، بخش نظامی قادر به انجام وظایف خودش نیست، تنها بخشی که مانده است بخش سرکوب هست و سرکوب هایی که بایستی به شکل مستمر ادامه پیدا بکند تا ایجاد ترس و وحشت بکند در دل مردم. تنها وسیله‌ای که امروز اینها به عنوان ملموس در دست دارند و می‌بینند، علی‌رغم اینکه واحدهای دیگر همه به فلج کامل رسیده است، برای بقای خود تا شاید اتفاقی در جهان رخ بدهد، شاید در ایالات متحده دموکراتی روی کار بیاید و اینها را نجات بدهد، شاید در منطقه یک تحولاتی صورت بگیرد و پاشنه سیاست جهان به شکل دیگری بگردد، اینها با این سرکوب ها بتوانند خود رو نگه دارند تا برسند به اون مرحله‌ای که در حقیقت احساس کنند شاید روزنه‌ای برای نجات اینها باز شد. در مقابل این سرکوب ها طبیعی است که ما به عنوان انسان در برابر خطری که احساس میکنیم عکس العمل نشان میدهیم و اگر این خطر خطر جانی باشد بایستی عکس العمل مناسب در برابر خطر جانی نشان میدهیم. بنابراین آنچه که این روزها جایش در میان جامعه ما به خصوص در میان جوانان ما خالی است و حتما و هرچه سریعتر بایستی به اون اقدام کرد، ایجاد گروه های ضربت است. گروه های ضربت همونطور که من پیشتر هم عرض کردم، منظور مسلح شدن یا مسلح کردن مردم برای ایجاد جنگ تن به تن و جنگ خانگی، جنگ گرم در داخل مملکت نیست به هیچ وجه، زیرا این آرزوی مسلم رژیم است که جوانان ما مسلح بشوند و رژیم این امتیاز رو برای خودش کسب بکنه که در یک جنگ مسلحانه طبیعتاً رژیمی که دارای سلاح‌های بیشتر هست تمام قدرت نظامیش رو میتواند به کار بگیرد، از سلاح‌های سنگین مانند تانک و مسلسل‌های خودکار تا هواپیماها و هلیکوپترهایی که میتوانند از بالا مردم رو مورد هدف قرار بگیرند. ما وارد یک جنگ نابرابر خواهیم شد که شکست ما در این جنگ نابرابر 100% هست و بقای رژیم رو به این ترتیب ما تأمین میکنیم. اما آنچه که من عرض میکنم کاملا متفاوت است با این و ما همچنان به مسئله جنبش مدنی بدون خشونت باور داریم، به پیروزی آن اعتقاد داریم، ولی برای تضمین آن پیروزی در شرایطی که رحمی حکومت به ما ندارد بایستی خود رو آماده بکنیم. وقتی نگاه میکنیم به دیگر کشورها و جنبش های مدنی رو در اون کشورها میبینیم، به عنوان مثال مثلا در گرجستان که شاید یکی از اولین جنبش های مدنی بود که رخ داد، میبینیم که وقتی که رهبر گرجستان متوجه میشود که عمده مردم خواهان بقای او نیستن، آقای ادوارد شوادنادزه استعفا میدهد و کنار میرود و مردم پیروز میشود. در کشورهای دیگر، در لهستان این رو میبینیم، در کشورهای دیگر هم چنین چیزی رو میبینیم. در مملکت ما در طی این 41 سال ثابت شده است که رژیم هیچ گونه رحمی برای ملت ایران ندارد، هیچ گونه اعتراضی رو تحمل نمی کند، هیچ گونه اعتصابی رو به رسمیت نمیشناسد، هیچ گونه حق مدنی برای ملت ایران قائل نیست و هر حرکتی و هر جنبشی رو که برخلاف خواست رژیم و بدون طراحی و برنامه‌ریزی اونها باشد رو به شدت سرکوب میکند و نابود میکند. به همین جهت است که نقطه ضعف ما در اینجا مشخص میشود و برای پوشاندن این نقطه ضعف حالا لازم است که ما دست بزنیم به ایجاد هسته های مقاومت یا هسته های ضربت، یعنی هسته هایی که بتوانند در برابر رژیم
آنچه را که آنها نسبت به ما انجام میدهن را انجام بدن. اگر امروز یکی از جوانان ما را در زندان شکنجه کردن و کشتن، فردا صبح استاندار اون استان به هلاکت رسیده است. اگر ما این جو ترور و وحشت رو در مملکت ایجاد بکنیم، آن وقت آن نمایندهی که در مجلس نشسته است جرأت نخواهد کرد که پای کنوانسیون جدید حقوقی دریای مازندران صحه بگذارد، جرأت نخواهد کرد که قرارداد با چین رو تصویب بکند، رژیم جرأت نخواهد کرد، پاسدار و قاضی دادگاه جرأت نخواهد کرد که بر علیه ملت ایران رأی صادر بکنند. و در اینجا این تعارفات روزمره و آنچه که یک عده‌ای در قالب افراد لیبرال و دموکرات مطرح میکنند به باور من دیگر کار نمیکند. ما اگر ماهیت رژیم رو به درستی بشناسیم و بدانیم که با چه تبهکارانی مواجه هستیم و به جنایت‌هایی که اینها انجام دادن، اگر به خاطر بیاوریم که به دستور خمینی دختران و کودکان 12-13 ساله ما رو در زندان‌ها به جرم اینکه اینها طرفدار مجاهدین بودند، در حالی که این کودکان اساساً معنی مجاهد رو نمی‌دانستند و دارای بینش سیاسی نبودند، به علت هیجاناتی که در جامعه پیش آمده بود اینها رو در زندان‌ها با انفجار کپسول‌های گاز نابود کردند و اون ماهیت پلیدی رو که خمینی گجستک داشت، در حقیقت وقتی که امروز مقایسه میکنیم با علی خامنه ای، میبینیم این بیمار جنسی روانی به مراتب خطرناکتر از آن بیمار جنسی و روانی پیشین بود. در حالی که هیچ گونه رحمی رژیم برای ملت ایران ندارد، چگونه ما میتوانیم با خواهش و تمنا و التماس و گریه و زاری و لابه در برابر رژیم بایستیم؟ باید کاری کرد که جرأت سرکوب رو از اینها گرفت، اجازه سرکوب رو به اینها نداد. حتی اگر وسایل سرکوب در اختیار اینها باشد، ما جرأت و اجازه استفاده کردن از این وسایل رو از اینها بگیریم. این تنها نقطه ضعفی است که امروز ما به عنوان ملت ایران داریم و اگر این نقطه ضعف رو بتوانیم جبران بکنیم، مسلم بدانید که پیروزی از آن ما خواهد. هرچه از عمر ننگین این رژیم بیشتر بگذرد، خسارت‌هایی که به کشور ما وارد می‌کند خسارت‌های جبران ناپذیر است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین رسماً می‌گوید که چه ایرادی دارد این قرارداد. فرض کنید که نام این کشور چین نیست، آمریکا هست، یعنی از فروش ایران ابایی ندارد و رسماً می‌گوید که اگر این قرارداد با چین هست و شما به چین حساسیت دارید، خب فرض کنید. یا اینکه میگوید که ما نظیر این قرارداد رو حاضر هستیم با دیگران ببندیم. یا جواد ظریف میرود به مسکو و میگوید شما هم دعوت میشوید برای بستن قراردادی مشابه این و بردن نیمه دیگر ایران. یا امام جمعه میگوید که این قرارداد با چین در قرآن هم آمده است و ما بر اساس قرآن داریم عمل میکنیم. پس از همه این گفته ها اگر سرسری نگذریم، میبینیم که اینها دارای یک اراده قوی هستند برای بقای خود به ازای نابودی ایران و ایرانی. حالا در اینجا تعارف کردن، مسالمت آمیز رفتار کردن کاملا غیر منطقی است، اما به شکل منطقی عرض میکنم جنبش ما، حرکت ما جنبش مدنی بدون خشونت خواهد بود، ولی برای تقویت و حمایت جنبش مدنی بدون خشونت ناگزیر هستیم رعب و وحشتی در دل سردمداران رژیم به وجود بیاوریم که جرأت به سرکوب نکند. اون فرمانده پاسداری که امروز دستور سرکوب صادر بکند، آن فرمانده نیروی انتظامی که در فلان شهر دستور سرکوب صادر بکند، فردا به هلاکت رسیده. جانشین او جرأت نخواهد کرد که چنین دستوری صادر بکند، جرأت نخواهد کرد که فرمان بدهد که بر روی مردم بیگناه مملکت آتش بکشد. و 100% جنبش های مدنی بر اساس پژوهش هایی که انجام شده است، اگرچه بیش از 50% موفقیت در بسیاری از کشورها داشته است،
اما در برخی کشورها هم شکست خورده و ما بایستی به این مسئله توجه داشته باشیم و با سرگرم کردن خود به صرف اینکه می‌خوایم جنبش مدنی انجام بدهیم، فرصت رو برای رژیم فراهم بکنیم تا رژیم 20 سال دیگر هم حکومت بکنه که دیگر چیزی از ایران و ایرانی باقی نمانده و ما به اضمحلال کامل ملی رسیدیم. پس اینجاست که با شناخت واقعیت‌ها و با محاسبه نقاط ضعف و قوت دشمن و نقاط ضعف و قوت خود بایستی بتوانی روش هایی اتخاذ کنی، برنامه هایی رو طراحی بکنی که پیروزی ما رو بتواند با درصد بالاتری تأمین بکند و اونجا که حرکت های میلیونی آغاز می شود بدانیم که مردم تحت حفاظت هستند. جوان ما بدون پناه به خیابان نمی رود که مغز او رو مورد هدف قرار بدهند و او رو نقش زمین بکنند. طرف مقابل می داند که در برابر ملت ایران اگر بخواهد از خشونت استفاده بکند، اگر بخواهد تبعیت بکند از آن رهبر معلوم الحال، آن وقت است که مردم به اعمال او رسیدگی خواهند کرد و او به سزای اعمالش خواهند رساند. بنابراین خواهیم دید که سرکوب ها فروکش خواهد کرد، روزنه های باز خواهد شد برای اینکه ملت ایران بتواند خود رو نشان بدهند، صدای ملت ایران به گوش جامعه جهانی برسد، همگامی جامعه جهانی و همدردی جامعه جهانی با ملتی که این طور مورد فقر و ستم و سرکوب قرار گرفته است روز به روز افزون بشود تا ما بتوانیم به آنچه که می‌خواهیم برسیم. برای رسیدن به پیروزی هرگز نباید ناامید شد. همواره بایستی ما امیدوار باشیم و بدانیم که با امید و اتحاد است که ما می‌توانیم کشوری رو که به سادگی در 1979 با بیخردی از دست دادیم رو دوباره بازپس بگیریم و این 40 سال 41 سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی رو که به اندازه 2-3 سده صدمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به ما وارد کرده است رو جبران بکنیم و دوباره کشوری سرفراز و آزاد بسازیم و اجازه بدهیم که نسل‌های بعد از ما درباره ما قضاوت بهتری داشته باشند و زندگی و آرامش بهتری در سرزمینی که متعلق به آنهاست. سپاس که با من همراه بودید. بدرود میگویم با شما تا برنامه دیگر. پاینده ایران عزیزم.